الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه المنتجبين. اما بعد، در آغاز تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد دانش، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس محترم بنیاد اندیشه به خاطر توجه به علم و دانش، خصوصا دانش حقوق. بنده هم در ارتباط با این اثر فاخر نکات را مد نظر دارم که به عرض برسانم. اولین نکته ای است که تعدادی از دانشمندان جوان ما همت گذاشتن این اثر را تولید کردن و وجود آوردن. به وجود این دانشمندان جوان افتخار میکنیم. جناب استاد عبدالله شفایی، دکتر صاحب عبدالله شفایی جا حضور دارن، اما دو تا آیت الله جوان، اونا قبل از اینکه دکتر باشن آیت الله هستن، آیت الله محمد علی جویا و آیت الله عبدالله جعفری، اینجا تشریف ندارن و دانش اونها و توانایی اونها درود میفرستیم. اما راجع به خود این اثر تحقیقی و شرحی، من چند نکته به عرض میرسانم. نکته اولی هست که چرا قانون احوال شخصیت؟ یعنی مبنای قانون احوال شخصیت چیست؟ چرا ما باید قانونی تحت عنوان احوال شخصیت داشته باشیم؟ فکر میکنم جواب این سوال در این نکته نهفته است که احوال شخصیت عمدتاً به مسائلی میپردازه که به شخص، یعنی به فرد مربوط میشه، تا حدودی مربوط به حوزه زندگی فامیلی و شخصی افراد تعلق میگیره، مربوط میشه به زندگی فامیلی و شخصی افراد. البته ارتباط کاملا مجزا از جامعه نداره. اینطور نیست که ما بگیم که احوال شخصی یک سلسله قوانینی نیست که کاملا جنبه خصوصی داره. جنبه خصوصی نداره. عمدتا قوانین کاملا جنبه خصوصی نداره. به گونه‌ای با حقوق سایر افراد در ارتباط هست. هر قانونی که در واقع هر قانون حقوق افراد را تنظیم میکنه. چون قانون جنبه تنظیم کنندگی نسبت به حقوق افراد داره، از این لحاظ جنبه عمومی هم داره. مثلا وقتی شما می در چارچوب قانون رابطه زوجین را تعیین میکنی، جنبه عمومی پیدا میکنه. خانواده وقتی که می این در چارچوب قانون احکام وقف را تعیین میکنین یا میراث را تعیین میکنین، خانواده جنبه عمومی پیدا میکنه. ولی می شود گفت که جنبه خصوصی بودن قانون احوال شخصیه مقداری غلبه داره. غالب و مسلط جنبه شخصی و خصوصی بودن قانون احوال شخصیه. چون جنبه خصوصی و شخصی بودنش غالب و مسلط هست، بنابراین سوال به وجود می آید که یک فرد در حوزه زندگی خصوصی و فامیلی خود بر چه اساس زندگی کنه؟ آیا بر اساس عقاید خودش زندگی بکنه یا بر اساس تصامیم حکومت و جامعه می گیره؟ این سوال هست. من اگر خواسته باشم در حوزه شخصی خودم زندگی کنم، آیا قوانینی بر من حاکم باشه که جامعه او را تعیین می کنه؟ یا دولت رو تعیین میکنه، یا اینکه نه، من حق دارم بر اساس دیدگاه اخلاقی، فلسفی و دینی خود زندگی کنم. در واقع اصل آزادی عقیده، اصل آزادی دین، اصل آزادی فردی ایجاب میکند که هر شخص در زندگی فردی، فامیلی و شخصی خود بر اساس عقاید اخلاقی، فلسفی و دینی خود زندگی بکنه. جامعه و دولت حق ندارد زندگی شخصی و فردی او را تعیین کنه در چارچوب قوانین. این یک از اصول مهم هست. فکر میکنم اگر خارج از منظر دین به قضیه نگاه بکنیم، این مهمترین مبنای وضع قانون احوال شخصی همین هست که ما هر کداممون حق داریم در زندگی فردی و خانوادگی و فامیلی و شخصی خود بر اساس عقاید دینی، فلسفی و اخلاقی خود زندگی بکنیم. اگر حق زندگی کردن را بر اساس عقایدی دینی، فلسفی و اخلاقی خود نداشته باشیم، به این معنا و مفهوم است که ما مطابق عقاید دیگران زندگی میکنیم، مطابق فلسفه زندگی دیگران زندگی میکنیم. یعنی اون هویت و آزادی اساسی فردی را از او سلب میکنیم، میگیریم. این میتونه یک از مبانی بسیار مهم تدوین قانون احوال شخصی باشه. ولی که در این زمینه یک سوال بسیار مهم ایجاد میشه، اون سوال این است که خب اگر به یک فرد ما اجازه بدیم که بر اساس عقاید شخصی، دینی، فلسفی و اخلاقی خود زندگی بکنه، اگر کجا عقاید فردی و شخصی این شخص مضر به حال دیگران باشه، یعنی اگر او خواسته باشه بر اساس عقاید خود تصمیم بگیره که با دیگران چه نوع تعامل داشته باشه، با دیگران ضرر بزنه بر اساس عقاید خودش، مثل همین انتحاریایی که مشوالان بهش مواجه هستیم،
این انتحاری ها بر اساس عقاید فردی و شخصی خود زندگی میکنن، ولی بر اساس همون عقاید فردی و شخصی خود تصمیم میگیره که به دیگران ضرر بزنه، به اولاد خود ضرر بزنه، به خانوم خود ضرر بزنه، به خانواده خود ضرر بزنه، به فامیل خود ضرر بزنه. اینجا چی کار بکنیم؟ آیا به او اجازه بدیم باز هم بر اساس عقاید فردی و شخصی خود زندگی بکنن و تصمیم بگیره این که جلوشه بگیریم؟ اینجا بسیار قاعده واضح و روشن وجود داره و این است که جامعه و دولت حق داره تصامیمی را که فرد بر مبنای عقاید فردی و شخصی خود میگیره، ولیکن این تصامیم موجب ضرر به دیگران میشه، ضرر میزنه به دیگران، با آزاده های مشروع دیگران ضرر میزنه و دیگران را نابود میکنه یا از بین میبره و هر حال ضرر میزنه. بر مبنای اصل دفع ضرر دولت و جامعه حق داره رفتار این فرد را که بر اساس عقاید فردی و شخصی خود تصمیم میگیره رفتار این فرد را کنترل بکنه. منتها مبنای کنترل رفتار فرد از طرف جامعه و دولت چیه؟ اصل دفع ضرر هست. یعنی جامعه و دولت حق داره رفتار را که فرد بر مبنای عقاید شخصی و فردی خود انجام میده ولیکن این رفتار موجب ضرر به دیگران میشه او را کنترل بکنه. در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این سوال مطرح هست، اگر ما خواسته باشیم بر مبنای عقاید مذهبی اهل تشیع قانونی داشته باشیم که این قانون رابطه زوجین را مثلا تعیین میکنه بر اساس فقه شیعه، رابطه اولاد و پدر و مادر را تعیین میکنه بر اساس فقه شیعه و همینطور سایر مسائل فامیلی و خانوادگی را تعیین میکنه بر اساس فقه شیعه، اگر این مذهب یا فتاوایی در این مذهب وجود داره اصل عدالت را نتوانست تأمین کرد، چکار باید کرد؟ چکار باید کرد اگر با اصل عدالت سازگار نباشه؟ یکی از پرسش های مهمی بود که فراروی قانون احوال شخصی اهل تشیع از همون آغاز تصویب وجود داشت، قرار داشت. پاره از جنجال هایی که درست یا نادرست در ارتباط با این قانون ایجاد شد از همین زاویه دید در واقع ناشی میشد و ناشی میشه. و الان هم اگر ما روزی خواسته باشیم این قانون را تعدیل بکنیم باز هم مبنای تعدیل همیست، همی است که این قانون درست است که در حوزه زندگی فامیلی و شخصی اهل تشیع به کار گرفته میشه، اما تا چه اندازه عدالت را مثلا در زندگی فامیلی برای افراد تأمین میکنه، با اصل عدالت تا چه اندازه سازگاره، با حقوقی که مثلا یک خانم داره یا اولاد بر پدر و مادر خود داره تا چه اندازه سازگار هست، با این سوال مواجه هست این قانون. بنابراین همین سوال مهم هست. او زمانم که بحث و جر و بحث هم که ایجاد شد بیشتر در محور همین پرسش بود. من میخوام اینو عرض بکنم که اولا اگر ما یک دیدی باز و انتقادی تر و واضح تر را در مورد فقه شیعه به کار بگیریم و از ظرفیت‌های جدیدی که در فقه شیعه به وجود آمده و در حال به وجود آمدن، چون فقه شیعه یک فقه است که همیشه در حال اجتهاد هست، اجتهاد تا حدودی در فقه شیعه وجود داره، وجود اجتهاد در فقه شیعه باعث می شود که ظرفیت‌های جدید در این فقه ایجاد شد و ایجاد هم شده است. با استفاده از این ظرفیت‌های جدید ما بهتر می توانیم اصل عدالت را در قانون احوال شخصی تأمین بکنیم. احیانا هم اگر باز هم تأمین نشود یک پرسش همیشگیست، یک پرسش همیشگیست. ما در صورت می توانیم این مشکل را به صورت نهایی به صورت دقیق تر حل کنیم که به دو اصل دیگه توجه داشته باشیم. یه اصل این است که دو اصل دیگه ای است که همیشه باید قانون را از اون جهت مورد مطالعه قرار بدیم که قانون سر و کارش با انسان هست. قانون بود انسان شناسانه داره، قانون اساسا ماهیت انسانی داره. من وقتی که کاری بزرگ و سترگ دوستان خودم را عزیزان را جناب دکتر شفایی و جناب دکتر جویا و دکتر جعفری را میخواندم از این جهت برای من انگیزه ایجاد میکرد که بخوانم، بابایی بسیار سخت بود، مشکل بود، طول تفصیل داشت، جزئیات داشت، از این جهت برای من جاذبه پیدا میکرد. این سوال در ذهن خودم تقویت میکردم، قوت میدادم که این قانون بناس سرنوشت انسان را تعیین بکنه، در مورد یک انسان تصمیم بگیره، در مورد حیات یک انسان، آزادی یک انسان، حق یک انسان، سرنوشت یک انسان تصمیم بگیره، تعیین کننده است. به هر حال این قانونی است که سرنوشت انسان را تعیین میکنه. خب چون چنین هست ما باید ببینیم که این قانون ماهیت انسانیش چگونه است، آیا با اون کرامت انسانی سازگار هست، سازگار نیست، حق انسان را و ارزش انسانی را
تأمین میتواند و یا تأمین نمیتواند. همیشه این سوال را پیشکش میخوادم، مجسم میکردم. توجه به کرامت انسانی و اینکه با سرنوشت انسان ما داریم بازی میکنیم، به یک شکلی سرنوشت انسان را داریم تعیین میکنیم، باید قانون را از این منظر همیشه باید سنجید که این قانون چی بلایی به سر انسان میآورد. درسته ممکن است به نام خدا باشه. یک نکته را همینجا اضافه میکنم که ما اگر نگاهمون را علمی بسازیم بسیار از مسائل حل میشه. یکی علمی، دوم اخلاقی. بعد اخلاقی همین است که عرض کردم. بعد اخلاقی قضیه همیشه این است که ما در ارتباط با قانون، حکومت، سیاست، همه چیز این سوال را پیش خود مجسم بکنیم که ما داریم راجع به انسان تصمیم میگیریم، سرنوشت انسان را تعیین میکنیم، خوب و بد او را تعیین میکنیم، ممکنه با یک تصمیم خود زندگی یک انسان را، یک دختر را از این رو به آن رو بکنیم، یا او را بدبخت میکنیم یا خوشبخت میسازیم. این بسیار مهمه. پس باید مسئولانه در این زمینه فکر بکنیم و بیاندیشیم. نکته دوم هم بعد دینی هم داره. توجه به حق انسان، حیات انسان و کرامت انسان بعد دینی داره، جزء اساسات دین به حساب می آید. نکته دومی هست که ما به علم، به نگاه علمی باید بسیار اهمیت بدیم. ببینید چیزی که از نگاه قرآن ما مسئول هستیم او را رعایت بکنیم حکم خداست، یعنی چیزی را که خداوند به آن حکم کرده است. اما سوال مهم اینه که ما چگونه می توانیم به حکم خدا شناخت پیدا بکنیم؟ آیا این اصلا سن فکر کردیم؟ همان گونه که ما باید طبیعت را بشناسیم که چیست، ساز و کار طبیعت را بشناسیم که چگونه است. مثلا یک طبیب، یک پزشک وقتی که تصمیم به عمل جراحی می کنه نسبت به ساز و کار بدن و اینکه احتمال مرگ و زندگی در این عمل جراحی تا به چه اندازه است، اینه به لحاظ علمی نسبت به شناخت پیدا می کنه. چون شناخت پیدا می کنه با اطمینان خاطر عمل می کنه. ما هم وقتی که با نام خداوند حکم میکنیم خدا چنین گفته، باید اطمینان معرفت شناختی داشته باشیم که واقعا خدا چنین حکم کرده است. وقتی که شما چگونه ما میتوانیم اطمینان معرفت شناختی پیدا بکنیم خدا واقعا چنین حکم کرده است؟ این اطمینان ما از کجا به دست آورده ایم؟ در فقه شیعه یک اصل بسیار مهم وجود دارد. او این است که میگویند تحصیل علم نسبت به تحصیل علم نسبت به حکم خداوند بسیار سخت و دشواره. یعنی هر چیز نمیتواند منبع شناخت ما نسبت به حکم خدا واقعی شود. این اصل در فقه شیعه هست و بسیار مهمه به نظر من. یعنی شما نمیتوانید هر چیز را، مثلا نظر صحابی را یا شهرت فتوایی را مبنای شناخت و معرفت به حکم خداوند به حساب بیارید. چرا؟ چون ما اطمینان معرفت شناختی پیدا نمی کنیم که خداوند حکم خدا را از طریق شهرت فتوایی بشناسیم. بنابراین اگر ما نسبت به این قضیه هم نگاه علمی داشته باشیم که به دست آوردن شناخت و معرفت به حکم خدا کار آسانی نیست. چون کار آسانی نیست، اگر در زمینه اگر ما نسبت به حکم خداوند شناخت نداریم، در اونجا بهتر است که ما عقل را حاکم بسازیم، داور بسازیم، یعنی سنجش های عقلانی را که آدم به راحتی میتواند سود و زیان یک اقدام را بر اساس پیامدها و نتایج آن سنجش کنند. این مطمئن تر هست تا اینکه ما بیاییم یک فتوای مجهول یا یک روایت مجهول یا یک رأی و نظری بسیار غیر متقن را به عنوان حکم خدا بر مردم تحمیل بکنیم. اونم حکم خدا. بسیار فاصله است بین یک فتوا و حکم خدا. فاصله از زمین تا آسمان هست. بنابراین اگر ما این هم مبنای دقت‌های دین شناسانه خود قرار بدیم، بهتر میتوانیم قوانین وضع بکنیم و نظری بنده. ما هم در مطالعه شرح قانون احوال شخصیه این دو اصل را در نظر داشتم. تا جایی که توانستم دیدگاه خود مطرح کردم. فکر میکنم، البته من زیاد کار نکردم در این زمینه، اعتراف میکنم، ولی میشه همین دو اصل را ما بیشتر روش تاکید بکنیم، بیشتر مبنای تحقیقات و عمل خود قرار بدیم. ان شاء الله در آینده کارهای مهمتر و مؤثرتر انجام بدیم. خب یک مطلب بود خدمت شما راجع به این قانون به عرض رساندم. مطلب مهمی دیگری که میخوایم در این محفل خدمت شما عرض کنم این هست که اساساً حقوق اهل تشیع اهل احوال شخصی نیست به تنهایی. یعنی تو نشه خداوند خواسته ما طور مثلا مطرح بکنیم که تمامی حقوق اهل تشیع خلاصه میشه در احوال شخصیه. این درست نیست. طالبان هم الان به یمن و برکت رهبران سیاسی افغانستان، شخصیت‌های بزرگ افغانستان،
بزرگان زیادی که در این مسیر تلاش کردند، زحمت کشیدند، از همه اونها یاد میکنیم، از حضرت آیت الله محسنی و دیگر بزرگان، استاد سیاد که پیشتر جناب استاد دانش نام بردن، جناب قانونی صاحب، همه بزرگان افغانستان دست به دست هم دادن قانون احوال شخصی اهل تشیع را و تصویب رساندن و این در قانون اساسی گنجاندن، کار بزرگ انجام دادن. و یمن این تلاش ها امروز احوال شخصی اهل تشیع را طالبان هم قبول دارن. اونا هم میگه که ما مخالف با احوال شخصی اهل تشیع نیستیم. یک دستاورد بزرگی است برای مردم افغانستان. میخوایم این نکته را عرض کنم، مهمتر از احوال شخصیه که مبنای احوال شخصیه در واقع تشکیل میده، حقوق اساسی شهروندی است. حقوق اساسی شهروندی است که حقوق اساسی شهروندی بر مبنای مذهب تعریف نشه. این بسیار مهمه که ما در آینده تبعیض بر مبنای مذهب، بر مبنای جنسیت و بر مبنای قومیت را نداشته باشیم. این مهمتر هست. او اگر تثبیت شود، احوال شخصی هم تثبیت هست، چون که تثبیت هم شده است. او مهمه. بخوام یک نکته دیگر هم در این راستا عرض بکنم. یک از گپایی که طالبان میگه و بسیار گپ مهم هم هست، در واقع هست که میگن که ما تفاوت ما با داعش این است که ما حنفی هستیم و اهل تشیع رو مسلمان میدانیم. اینو با افتخار میگه. و این بسیار کلام مهمه، سخن مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر این که اولا معیار مسلمانی مطابق مذهب احناف بسیار معیار وسیع و پر از تساهل هست، پر از مداراست. یعنی میشه گفت که پر مداراترین و پر تساهل ترین تعریف از ایمان و مسلمان بودن در مذهب احناف دیده میشه. در هیچ مذهبی کلامی دیگه در اسلام دیده نمیشه. این بسیار یک نگاه مهمی است در مذهب احناف وجود داره و باعث افتخار احناف در دنیای معاصر است در میان مسلمان ها. خود این نکته طالبان هم میگه و بسیار حرف مهمی هست. چرا مهمه؟ به خاطر از این مهمه، وقتی که ما مسلمان شدیم دیگه مسلمان ها در حقوق با هم برابرن. هیچ گونه تبعیض در میان مسلمان ها جایز نیست. این پایه مهمی برابری در واقع در میان اتباع یک کشور و شهروندان یک کشور مسلمان فراهم میکنه. این اصلی که ما مسلمان هستیم، مخصوصا در آمارها هم طالبان بیش از دیگران رو میگه. میگه که در دقیق خلق کفار به فیصدی هم که نرسه. خب وقتی که اونا به فیصدی نمیرسه، ای کیه که ای فیصدی رو قد بالا برده؟ امین 99.7% کی بالا برده؟ خب مسلمانان شیعه هست دیگه. پس مسلمانان شیعه هم مسلمان حساب میشه. وقتی که مسلمان حساب شد، مسلمان که شد گپ خلاص هست. شما بر مبنای مذهب حنفی دیگه نمیتوانید ادعا بکنید که ما یک مسلمان درجه یک داریم، مسلمان درجه دو داریم. مسلمان درجه یک باید از این حقوق برخوردار باشه، مسلمان درجه دو از حقوق درجه دوم برخوردار باشه. دیگه اونجا درجه بندی ممنوع میشه، همه از حقوق برابر برخوردار میشه. هیچ توجیهی تبعیض در میان مسلمانان هیچ مبنا و توجیهی نداره، مخصوصا بر مبنای مذهب حنفی. یک اصل بسیار بزرگ و سترگ است که انشاءالله ما پاسبان این اصل باشیم و محافظ این اصل باشیم، با اتحاد خود، با همدلی خود از این اصل بزرگ پاسبانی و حمایت بکنیم و با این اصل افتخار بکنیم. آینده افغانستان بر اساس این اصل بسازیم، بر اساس اصل تسامح و بردباری و تفسیر وسیع از مسلمانی و این که مسلمان ها با هم برابرند و برادر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.